سلام خدمت دوستان عزیز، امیدوارم هر جا که هستید خوب و سالم و تندرست باشید. دوستان، موضوع ویدیو امروزمون حساب بانکیه. معمولا هممون یه حساب بانکی داریم، یک یا چند تا داریم که ازش استفاده میکنیم. واسه این حسابای بانکیمون هم کارت‌های آبر بانک داریم و این کارت هم از روزی که اومدن کارمون رو خیلی راحت کردن دیگه. پول تو جیب گذاشتن و اینا تموم شده، مگه مبالغ کوچکی برای رفت و آمد. اینا هر حسابم معمولا یک کارت آبر بانک داره. این کارت های آبر بانک برای یه چیز دیگه هم خوبه، به شما باش خرید اینترنتی میکنید. از وقتی که این کارت ها اومدن، خرید اینترنتی رواج زیادی پیدا کرده و مردم خریدایی که مثلا وقت ندارن، تو خونه نشسته شب ساعت 11 1 میبینی چیزی رو سفارش میده، با این کارت خرید میکنه. معمولا هم از یک حسابی که زیاد پول توش نمیریزیم برای خرید اینترنتی استفاده میکنیم. حالا این آبر بانک از وقتی که اومده، درسته از لحاظ امنیت و حمل پول ما خیلی راحت تر شدیم، ولی اینم ناامنی های خودشو داره. اگه ما آگاه نباشیم، این کارت‌ها خیلی میتونه برای ما دردسرساز باشه، یعنی ما رو به طرف نابودی بکشونه. عدم آگاهی در مورد هر چیزی به آدم صدمات جبران ناپذیری میزنه. یکیش هم همین کارت‌های بانکیه که آدم اگه آگاه نباشه میتونه خیلی به آدم صدمه بزنه، یعنی زندگی آدم رو ویران کنه. یه چند وقتی توی پلتفرم‌های مختلف شما می‌بینید نوشتن اجاره کارت بانکی یا اجاره حساب بانکی شما. میان میگن آقا ما کارت بانکی شما رو اجاره می‌کنیم. شما هم یه حساب بانکی دارید که یا استفاده نمی‌کنید یا خیلی به ندرت استفاده می‌کنید. حالا موضوع مسئله اقتصادم در میونه. اقتصاد ایران الان نابود شده. مردم از لحاظ اقتصادی خیلی وضعیت اسفباری دارن. طرف میره تو دایرکت ازش میپرسه آقا من یک حساب دارم که میتونم اونو اجاره بدم، شما با حساب من چیکار میخواید بکنید؟ یارو برمیگرده براش مینویسه ما ارز دیجیتال میخریم باش، واسه همینم کارتای مردم رو اجاره میکنیم. شما خوب میپرسید قانونیه دیگه؟ طبیعتاً میگه آره قانونیه. خب شما ماهیانه چقدر بهم میدید؟ آقا ما کارت شما رو اجاره میکنیم، مثلا یه مبلغای رو بهتون میگن که وسوسه انگیزی، یعنی آدم میگه خیلی زیاده. آخر میگه آقا روزی 4 میلیون تومان ما به حسابت میریزیم ماهیانه، هر چقدر شد. شما هم میگید آقا والله خیلی خوبه، پیش خودت فکر میکنی آقا این حسابو دارم که استفاده نمیکنم، این یارو هم روزی 4 میلیون میده، واسه خودت حساب میکنی مثلا ماهی میشه تقریبا 120 میلیون، حالا 5-6 ماهی میشه 500-600-700 میلیون، خیلی خوبه. شما بهش میگی آقا باشه قبول میکنم. یارو میگه آقا من یک جایی رو به شما میگم، معمولا هم خودشونو بهتون نشون نمیدن. میگه آقا یه جایی رو بهت نشون میکنم، شما کارتو با رمز اول و دومش میبری اونجا میذاری، بعدم ما روزی 4 میلیون به حساب شما میریده. خب میپرسی میگی از کجا معلوم اصلا این پول، این حرف درست باشه و باسم پول بریزی؟ میگه آقا حساب خودته، ما ارز دیجیتالی که میخریم با این، شما میتونید کارت تو مسدود کنید، ما نابود میشیم اون وقت. بعدش هم روزانه یه حساب بانکی بهمون بده، روزانه 4 تومن خودتو اگه توش نیدی همون روز اول برو کارت اعلان مسدود کن، کارت تو اعلان مفقودی کن. دیگه تو میگی آقا خیلی خوبه که این، بلند میشی باش قرار که گذاشتی، کارتو میبری تحویل میدی اونجایی که گفته. معمولا همین صندوق صدقه چیزی یا یه جایی رو نشون میکنن که شما بذارید اونجا، کارت شما رو میگیرن.
شما فردا صبحش بلند میشی حالا ساعت 10، 11 یا بعد از ظهر میبینی 4 میلیون اومده به حسابت. میگه حالا شاید این 4 میلیون ریختن دیگه نریزن. فردا میبینی دوباره ریختن. و معمولا 1 ماه طول میکشه، 27-28 روز طول میکشه این روند پول ریختن برای شما. حالا این ور قضیه رو، این ور قضیه چی بوده؟ این ور قضیه یک فروشگاه اینترنتی زدند، بعدن از کارت شما هم به عنوان حساب این فروشگاه استفاده کردن، کلی عکس اجناس هم گذاشتن، فروشگاه دیگه همه چی توش هست، مردم میرن خرید میکنن، پول به حساب شما ریخته میشه که اونا واسه خودشون برداشتش میکنن هم با کارت شما، و شما هم از هیچ خبر نداری دیگه. میفهمی که پول میاد به حسابتو میره، میگی پول ارز دیجیتالی دیگه، من روزی 4 میلیون خودمو میگیرم. یعنی آدم وسوسه میشه. این رویه ادامه پیدا میکنه تا 25-26 روزه، چون 25 روز طول میکشه. اینا اجناسی رو که میفروشن معمولا با تاریخ تحویل بالا به مردم میدن که بتونن از این کارت استفاده کنن. حالا مال بعضی یا 15 روز طول میکشه، مال بعضی یا 25 روز طول میکشه. بالاخره یک روز میبینی مامور اومد دم در، احضاریه با سطح آورد از دادگاه. شما بلند میشی میری دادگاه، میبینی آقا 500 تا شاکی داری. حالا اون 4 میلیونی هم که به حساب ریختن، حالا شما حساب کنید 100 میلیون بشه. میبینی این 100 میلیون هیچ کسو نمیبینه که شما برگردونه، اگه حالا خرجش هم نکرده باشی. تازه خیلی از اونایی که این کار، این کلاهبرداری باهاشون شده، معمولا 7-8 روز اول که 4 میلیون میاد قشنگ خرج میکنن، چون اینقدر میبینی زندگی چاله چوله داره تو ایران، این پولا خرج شده. حالا بیا و خودتو خلاص کن. هیچ جوری هم نمیتونی طرف رو پیدا کنی، طرف شما رو 300 میلیارد، 200 میلیارد یا 100 میلیارد یا 1 میلیارد شما رو بدهکار کرده و خودش پول رو برده، تو دستتون مونده 100 میلیون تومان. شما توی ایران باشی یا هر جای دنیا هم باشی، شما محکومید. یا باید فرار کنید که دائم فراری باشید، یا از کشور خارج بشید، یا پول این آدم ها رو بدی، شاکی ها، یا بری زندان و شما میمونید یک عالم بدهی و دست خالی، دستتونم به هیچی بند. شما حالا هی بیا به قاضی بگو آقا من کارتم و اجاره دادم، اینجور هیچ مدرکی هم توی دستت نیست که بخوای رو کنی که بله این من نیستم. چون کارت به اسم شما بوده، حساب بانکی به اسم شما بوده، شما متهم اول شناخته میشی. پس باید خیلی مواظب باشیم. درسته این کارت خیلی کارمون رو راحت کرده، ولی اگه آگاه نباشیم سرمون کلاهای خیلی گشاد میره. امیدوارم دوستان این ویدیو جالب بوده باشه براتون و امیدوارم که هیچ کس گول این افراد شیاد رو نخوره تا زندگیش ویران بشه. اگه ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و به دوستاتون هم معرفی کنید. شما رو به خدا میسپارم.